بتونریزی در زیر آب به چه شکله؟ ببینید، بتونریزی نباید در آب جاری که به احتمال زیاد سیمان بتون رو خواهد شست و نیز در آبی که کمتر از 1 درجه سانتیگراد حرارت دارد انجام پذیرد. پس 1 درجه سانتیگراد رو حواسمون باشه. آبی هم که جاریه، مثل رودخونه، مثلا شما تو رودخونه میخوای بتون بریزی، باید داستان داره، اون هم شیوه هایی داره که باید تو اجرا بهش بپردازیم. مثلا یه جایی کل افراسیاب کلا بود فکر میکنم، من رفته بودم که پایه‌شو توی بتون پای در واقع نظارت بکنیم که پایه بتون توی آب قرار بود ریخته بشه. کاری که توصیه کردیم اون که آقا یه سری کیسه گونی میشه گفتیم یه سری گونی گفتیم بخرید، آقا یه سری شنوماسه بریزید توش بندازید تو آب، خاک هم باشه پر کنید مشکلی نداره. یه سری گونی خریدن شنوماسه و خاک پر کردن ریختن جلوی قسمتی که ما قرار بود بتون‌ریزی بکنیم، این باعث شد که در واقع جلوی اون جریان آب گرفته بشه، سرعتش کم بشه و ما بتونیم اون قسمت رو بتون بریزیم. اینا مواردی است که باید خودمون در نظر بگیریم توی اجرا. گاهن ممکنه تو شرایط مختلف کارهای مختلفی انجام بدیم، ولی من سعی کردم تو این آموزش ها تمام اون چیزهایی که ممکنه که به ذهنمون بخوره و نیاز باشه برای کارمون رو بهتون بگم. تمام ریزکارهای این موضوع رو تو این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری حتما تو قسمت دیدگاه ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، به خاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.